سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قرار با هم بریم سر وقت تفسیر فیلم بسیار بسیار زیبای اینسپشن ساخته کریستوفر نولان. تو این ویدیو هم نکات ریز داستانی رو بررسی میکنیم و هم یه نگاهی به پیام فیلم میندازیم. چون داستان لایه لایه است و لایه های زیرین داره، پیام فیلم رو خود کریستوفر نولان گفته، لازم نیست اصلا راه سخت رو بریم. سال 2015 کریستوفر نولان رو برای سخنرانی دعوت کردن دانشگاه پرینستون که برای دانشجوهایی که میخوان فارغ التحصیل بشن سخنرانی کنه. نولان هم برای اینکه این دانشجوها رو نصیحت بکنه اومد و فیلم اینسپشن رو براشون تفسیر کرد و پیام فیلم رو به دانشجوها گفت به عنوان راهنمای زندگیشون. و ما آخر این ویدیو چیزی که خود نولان گفته رو بررسی میکنیم. ویدیو رو قسمت بندی هم کردم، اگه دوست داشتید میتونید فقط همونجا رو ببینید. پس من هشدار اسپویل اینسپشن رو همینجا بهتون میدم و قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، من تشکر میکنم از مجموعه سیمیاروم که تمام سوالات روانشناسی که من داشتم رو بهم پاسخ دادن. اگه خارج از کشور هستید، به مشاوره احتیاج داشتید، حتما به سایتشون یه سر بزنید، میتونن بهتون کمک بکنن. و حالا دیگه بهتر بریم در اعماق رویاها. ایده فیلم اینسپشن از خواب آگاهی میادش. یه مصاحبه هستش که جیمز کامرون از نولان سوال میپرسه که اصلا ایده اینسپشن از کجا به سرت زد. نولان هم تعریف میکنه، میگه که دانشجو که بودم رویای شفاف میکردم. این حرفی که نولان میزنه یعنی که آدما وقتی میخوابن هی به خودشون تلقین میکنن که من خوابم. بعدن در حالی که دارن خواب میبینن مغزشون هوشیاره و در خواب متوجه میشن که خوابن. اینجوری اون کسی که خوابه میتونه محیط خواب رو به دلخواه خودش تغییر بده، مثلا میتونه پرواز کنه یا میتونه تجربیات دیگه ای داشته باشه. حالا جالبش اینجاست که دانشمندا میگن که این نوع خواب عمیق ترین خوابیه که یه فرد میتونه تجربه کنه. البته مهارت توی این کار با تمرین زیاد به دست میاد. این کار کلمه انگلیسیش میشه لوسید دریمینگ که فارسیش میشه رویای شفاف. این موضوع صفحه ویکی‌پدیا داره، اگه دوست دارید اطلاعات بیشتر به دست بیارید، خودتون هم همچین تجربه داشته باشید، میتونید برید مطالعه بیشتری بکنید. این تجربه رو نولان در دوران دانشجوییش داشته و میتونسته تا حدودی رویاهای خودش رو کنترل کنه و ایده فیلم اینسپشن به ذهنش میرسه. حالا ایده فیلم اینه که یه عده آگاهانه وارد رویای یه فرد دیگه میشن تا بتونن اطلاعات توی ذهنش رو بدزدن. ولی داستان فیلم به این سادگی ها نیست. توی فیلم میخواد اینسپشن اتفاق بیفته، یعنی میخوان برن یه فکری رو بکارن تو مغز یه آدم دیگه. اول همونطور که احتمالا خودتون فهمیدید، کل فیلم یه فلش بکه. اول فیلم ما آخر فیلم میبینیم و بعد شخصیت سایتو وقتی که فرفره رو میگیره توی دست خودش یه فلش بک میزنه به اینکه اصلا صاحب این فرفره کی بود و ما کل فیلم رو توی فلش بکی که توی سر سایتو اتفاق میفته میبینیم. نکته مهم اینجاست که اولین اینسپشن توی فیلم توسط سایتو اتفاق میفته. اول فیلم می‌بینیم که شخصیت کاب که دیکاپریو نقش رو بازی می‌کنه توسط یه سازمان ناشناسی استخدام میشه که از مغز سایتو دزدی کنه. حالا نکته جالب اینجاست که کاب توی زبان سانسکریت به معنی رویاست. همون اول فیلم ما میفهمیم اون کسی که دیکاپریو رو استخدام کرده خود سایتو بوده. چند تا دیالوگ مهم اول فیلم وجود داشت. مثلا دیکاپریو به سایتو میگفتش که تو میدونستی که داری رویا میبینی، ولی باز چرا ما رو راه دادی بیایم تو؟ و سایتو هم بهشون جواب میداد که میخواستم ازتون تست بگیرم. یا یه نشونه مهم دیگه این بود که سایتو وقتی که برای اولین بار از خواب بیدار شد، همونجا سری دست چکید زیر متکا و اسلحه رو درآورد و میدونست که اونجا اسلحه است، در صورتی که یه نفر دیگه رویا رو طراحی کرده بود ولی براش اونجا اسلحه گذاشته بود. یا مثلا یه نکته دیگه این بود که سایتو محض اینکه از خواب بیدار شد، سری جای سوزن رو روی دستش دید و این یعنی اینکه یادش بود که داشت خواب میدید. این در حالیه که وقتی کسی از رویا بیدار میشه، خوابی که دیده رو به طور کامل فراموش کرده. تمام این نشونه ها رو بذاریم کنار هم دیگه میفهمیم که این سایتو بود که دیکاپریو رو استخدام کرده بود. اما حالا این چیش مهمه؟ توی اون ماموریتی که کاب رفت توی ذهن سایتو، یه شخصیتی بود از ضمیر ناخودآگاه کاب که با سایتو متحد شدش. اسم این شخصیت توی فیلم بود مال، که تو زبان فرانسوی یعنی شیطان. یه شخصیت دوگانه داشت، هم بر علیه کاب بودش، مثلا با سایتو متحد میشد، ولی قسمت عجیبش اونجا بود که وقتی کاب میخواست فرار بکنه، یه لحظه دوربین صورت مال رو نشون میداد که ما میدیدیم که داره میخنده و از فرار کاب خوشحاله. این اتحاد شخصیت مال با سایتو اطلاعات خیلی مهمی از مغز کاب رو در اختیار سایتو گذاشته بود. سایتو متوجه میشه که کاب قدیم یک بار اینسپشن رو انجام داده. از کجا میفهمیم که ایده اینسپشن رو سایتو اصلا از توی خود مغز کاب برداشته بوده؟ اینکه وقتی که پیشنهاد اینسپشن
ویژن رو به کاپ میده، اولش کاپ درخواست رو رد میکنه، ولی اینجا خود سایتو یه کاری شبیه به اینسپشن انجام میده. ما در طول فیلم دیدیم که همسر دیکاپریو وقتی که میخواست خودکشی کنه اومد یه دیالوگی رو قبلش گفت، گفتش که نمیخوای که یکم ایمان داشته باشی یا میخوای که مثل یه پیرمرد پشیمون باشی، اینو گفت بعد خودشو کشت. حالا دقیقاً همین دیالوگ رو سایتو میادش به دیکاپریو میگه. اینکه دقیقاً همون دیالوگ رو سایتو میگه نمیتونه اتفاقی باشه. مشخصه که سایتو از اطلاعات توی مغز کاب باخبره و از عمد این جمله رو گفت که احساسات کاب رو تحریک بکنه تا اون قبول کنه که اینسپشن رو انجام بده. از این جمله احساسی همسرش استفاده کرد تا این فکر رو توی سرش بکاره که انجام اینسپشن به نفعشه. یعنی یه جورایی میشه گفتش که اولین اینسپشن توی فیلم توسط سایتو اتفاق افتادش. کاپ گروهش رو جمع میکنه برای اینکه اینسپشن رو انجام بده. این خواب توسط یه فناوری انجام میشد که ارتش آمریکا اونو توسعه داده بود که با استفاده ازش میشد رویا بین چند نفر تقسیم بشه. برای اینکه بتونن برن توی اینجور رویاها به دو تا چیز احتیاج دارن، به یه نفر که این رویا رو طراحی کنه و به ضمیر ناخودآگاه یه نفر دیگه هم احتیاج دارن. اگه کسی که رویا رو طراحی میکنه از ضمیر ناخودآگاه خودش استفاده کنه، تنهایی میتونه به خواب بره، مثل موقعی که کاپ به تنهایی به خواب میرفت. ولی اگر کسی مثل سایتو یا مثلا فیشر بخوان به این رویاها برن، احتیاج دارن که یک طراح براشون این رویاها رو طراحی کرده باشه. کاب برای طراحی رویاشون شخصیت آریادنه رو انتخاب میکنه. نحوه انتخاب کردنش هم خیلی جالب بود. بهش گفت یه دونه هزار تو بکش، که حالا نولان برای نمایش تأثیر ضمیر ناخودآگاه روی رفتار ما اومده و اینجوری نشون داده بود که آریادنه رو کاغذ خط‌دار میومد، اول هزار توشو میکشید، برای همین هزار تو رو مستطیل میکشید، شکلش ساده در میومد. چند بار که ناموفق بود کاغذ چرخوند بود جایی که خطوط وجود نداشتن. این بار اومد یه هزار توی دایره طراحی کرد که ادوان غیر قابل حلم بود. اگه نگاه بکنید به این دوتا قسمت میتونید متوجه بشید که این هزار تو رو اصلا نمیشه حلش کرد. اینجا شخصیت آریادنه خیلی مهمه. این شخصیت رو از روی یکی از شخصیت‌های اساطیری یونان الهام گرفتن، یه الهه که همیشه لباس قرمز میپوشیده. بر همینم بود که شخصیت آریادنه رو توی فیلم اکثر اوقات با لباس قرمز میدیدید. کاری که آریادنه توی داستان میکنه همون پیام داستانه. آریادنه در تمام طول فیلم شخصیت کاب رو راهنمایی میکنه و تو آخر فیلمم این آریادنه است که کاب رو نجات میده. تمام دیالوگ های این شخصیت توی فیلم درست مثل یه مشاور روانشناسیه. حالا توی قسمت پیام داستان با هم بررسی میکنیم که آریادنه چه کاری رو برای کاب انجام داد. یه چیز جالب در رابطه با این شخصیت آریادنه وجود داره، اینکه اگه دقت میکردید وقتی کاب زنگ زد به مادر همسر خودش، مادر همسر کاب حاضر نشد که پشت تلفن باهاش صحبت کنه و گوشی رو قطع کرد. میفهمیم که مادر و پدر مال واقعا مشکوکن به اینکه نکنه واقعا دخترشون توسط دامادشون به قتل رسیده یا همون کاب. برای همین وقتی که پدر مال آریادنه رو میفرسته برای اینکه با کاب کار کنه، آریادنه خیلی زیاد در طول فیلم دنبال اینه که راز مرگ مال رو بفهمه. دو بار خیلی واضح بود، یه بار وقتی کاب خواب بود مال بدون اجازهش وارد رویاش شد و خیلی سریع رفت رفتارش رو زیر نظر گرفت. همین که وقتی که خود کاب آریادنه رو وارد رویاش کرد تا ضمیر ناخودآگاهش رو بهش نشون بده، یک دفعه آریادنه دست کاب فرار کردش، رفت در رو پشت سر خودش بست، سریع رفت توی لایه‌های پایین‌تر ضمیر ناخودآگاه کاب تا بفهمه واقعا برای مال چه اتفاقی افتاده. اینجا میشه این تئوری رو داد که این موضوع رو پدر مال از آریادنه خواسته بود تا بفهمه که کاب واقعا دخترش رو به قتل رسونده یا نه. یه اتفاق دیگه هم افتاد که این تئوری رو قوت میده، اینکه وقتی کاب برگشت به خونه‌اش در انتهای فیلم کلی ازش استقبال شد. در صورتی که قبلش گوشی رو روش قطع می‌کردن. مشخصه که پدر مال مطمئن شده که دخترش خودکشی کرده و کسی جز آریادنه نمیتونسته این اطمینان رو بهش بده. اما روز ماموریت قرار شدش که 3 لایه خواب پشت سر هم برن پایین. الان همشون تو هواپیمان، لایه اول خواب میرن تو خواب یوسف که متخصص بیهوشی بود، که اسمش رو از جوزف در انجیل الهام گرفتن که خواب فرعون رو براش تونست تفسیر و معنی کنه. رویای یوسف یه شهر بارونی بود. هدفشون توی لایه اول این بود که اونجا سوژه یا همون فیشر رو بدوزن، یکی از اعضای گروه خودش رو شبیه به پدرخونده فیشر کنه، که اینجا توی آینه نشسته بود میتونستید ببینید که چجوری تغییر چهره میدن توی دنیا. اینجا میخوان کاری کنن که فیشر فکر کنه که دزدیده شده. توی همین لایه اول که بودن ذهن فیشر چون
تربیت شده بود برای اینکه در برابر دزدی از خودش مراقبت بکنه، دیدیم که یک قطار یهو وسط شهر بهشون حمله کرد. اول اینکه این قطار همونی بود که کاپ باهاش خودکشی کرده بود و ذهن فیشر این موضوع رو میدونست. دوم اینکه روی قطار عدد 3502 نوشته شده که میشه برعکس شماره گاف صندوقی که فرفره مال توش بود. یادتونه دیگه، مال 50 سال توی لیمبو گیر کرده بود، دیگه واقعیت رو یادش رفته بود. توی ضمیر ناخودآگاهش یه دونه گاف صندوق داشت که توتم خودش رو گذاشته بود اونجا، در گاف صندوق هم بسته بود. کاپ رفت فرفره رو چرخون، در گاف صندوق رو بست. وقتی که مال رفت در گاف صندوق رو باز کنه، دیدیم که کد گاف صندوق هست 2053. و بعد مال وقتی که فرفره رو توی گاف صندوق دید، به این نتیجه رسید که دنیایی که توش هست واقعی نیست، بر همین راضی شد که سرش رو بذاره زیر قطار. حالا برعکس این 2053 میشه 3502 و روی همون قطار نوشته شده و بازم از ضمیر ناخودآگاه خود کاپ اومده. و یه نکته مهم دیگه هم اینه که اون اتاقی که مال توش خودکشی کرد، اونم اتاق شماره 35 بودش. توی این لایه یه هدف دیگه هم داشتن، میخواستن که فیشر رو مجبور کنن که یه عدد 6 رقمی رندوم بگه، همجوری یه عدد بی سر و ته. حالا توی لایه دوم رفتن تو خواب آرتور، همون جایی که رفتن داخل هتل. هدفشون این بود که اینجا تو این هتل کاپ بیاد خودش رو به فیشر معرفی کنه، بگه من ضمیر ناخودآگاه تو هم. بهش یادآوری میکنن که تو دزدیده شدی و الان تو خوابی. بعد سعی میکردن که صحنه دزدیده شدنش رو به یاد بیاره، ولی فیشر وقتی که این کارو میکرد نمیتونست متوجه بشه که چیزایی که داره یادش میاد اون باز خودش از یه لایه خواب دیگه میاد، فکر میکنه که واقعا توی واقعیت دزدیده شده. اینجا کاپ بهش میگه من ضمیر ناخودآگاهتم، دیگران میخوان اطلاعات توی مغزت رو بدزدن. و کاپ میاد فیشر رو متقاعد میکنه که این پدر خوندهشه که داره با صحنه سازی دزدیده شدن خودش میخواد اطلاعات رو از تو مغز فیشر بدزده، و مجبور میکنه فیشر رو برای اینکه مطمئن بشه که پدر خوندهش میخواد بر علیهش کاری کنه یا نه، با همدیگه برن توی رویای پدر خونده تا بفهمن توی مغز پدر خونده چه خبره. یعنی عملا اومدن یه داستانی رو سرهم کردن که فیشر با دستای خودش بره توی لایه سوم خواب و هیچ گاردی هم نداشته باشه. توی لایه دوم خوابم که بودن، دائم اون عدد رندومی که فیشر توی لایه اول گفته بود دائم میوردن جلو چشاش. مثلا یه خانومی اومد بهش شماره داد که اون شماره 6 رقمی که نوشته بود همون شماره بود که خودش توی لایه قبلی گفته بود. حالا جالبش اینجاست که این دستمالی که روش مثلا این خانم شماره رو نوشتهش، اسم هتل روش مشخصه و اسم هتل اسم کسیه که سال 1911 تابلوی مونالیزا رو دزدیده بود، یعنی شخصیت واقعیه و توی اون سال جدن تابلوی مونالیزا رو دزدیده بودش. جالبه که دزدیدن اطلاعات توسط کاپ توی فیلم نولان با دزدیده شدن مونالیزا داره مقایسه میشه. یا مثلا بازم جای دیگه بود که این عدد رو به فیشر یادآوری میکردن، مثلا توی هتل دو تا اتاق رو رفتن، هر کدوم از اتاقا 3 رقم از اون عدد 6 رقمی بودش، وقتی کنار هم قرار میگرفتن اون عدد رو کامل میکردن. این عدد خیلی عدد مهمتریه توی لایه سوم، مورد استفاده قرار میگیره. اصلا یکی از قطعات موسیقی فیلم با همین عدد نامگذاری شده که کوتاه‌ترین اسمم هستش. نکته اینجاست که این موسیقی متن وقتی زده میشه که توی عمیق‌ترین لایه خواب فیشر هستیم، یعنی توی لیمبو. که اگه به لیست موسیقی‌های متن فیلمم دقت کنید، هر چه شخصیت‌های داستان به لایه‌های عمیق‌تری از داستان میرن، ریتم آهنگ کندتر و کندتر میشه، نام آهنگ هم همینجور هی کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه، و آخر فیلم که شروع می‌کنن لایه‌ها رو دونه دونه بالا اومدن، نم نم ریتم آهنگ برعکس میشه و تندتر میشه و نام آهنگ‌ها هم هی طولانی‌تر و طولانی‌تر. یکی دیگه از ویژگی‌های این عدد اینه که توی دنیای واقعی اگر توی گوگل این عدد رو بنویسید، این عدد کد یه رنگ آبیه به خصوصه که همون رنگ هستش که توی پوستر فیلم ازش استفاده شده و اصلا بخشای خیلی زیادی از فیلم یه تمی شبیه به این رنگ آبی رو دارن. و اینطوری رفتن توی لایه سوم، یعنی رویای ایمز که خودش رو جای پدرخونده جا زده بود. توی لایه سوم قرار میشه که ایده‌ای که میخوان رو توی سر فیشر بکارن. در طول فیلم ما میفهمیدیم دیگه هر چی که اونها توی لایه‌های ابتدایی تر بودن از محیط بیرون بیشتر رنگ میگرفتن، یعنی اون حرکات ماشین توی لایه دوم تأثیر خیلی زیادی داشت، ولی توی لایه سوم همینجور تأثیرش کمتر و کمتر میشد، جوری که توی لیمبو دیگه اصلا هیچ تأثیری نداشت. وقتی که رفتن توی لایه سوم، برای بیرون اومدن یه چیزی لازم داشتن به اسم کیک، چون گفتیم که توی این دنیا هر کس کشته بشه میره میفته توی لیمبو، ولی دیگه بیرون اومدن از اونجا دیگه خیلی سخت میشه. کیک اینجوریه که همزمان باید یه اتفاق هم تو لایه پایینی بیفته هم تو لایه بالایی. این به این شکل که توی لایه پایینتر باید طرف کشته بشه و توی لایه بالاتر باید در حال سقوط باشه. کلن کیک یعنی در حال سقوط بودن توی این دنیا.
قرارشون اینجوری بودش که توی رویا هر کی که رفت داخل رویا روی گوشش هدفون بذارن. توی لایه اول که توی هواپیما بودن یوسف روی گوشش هدفون داشت، بعد پشت ماشین یوسف که بودن روی گوش آرتور هدفون گذاشته بودن و داخل هتل روی گوش ایمز و یه قراره یه قطعه آهنگ فرانسوی رو گوش بدن که حالا جلوتر با این آهنگ کلی کار داریم. این آهنگ 2 دقیقه و 28 ثانیه است. قرارشون اینجوره که توی آخرین ثانیه های آهنگ موظفن که کل گروه رو از یه جایی شوتشون کنن پایین. گوش دادن این آهنگ 2 دقیقه و خورده‌ای برای یوسف حدود 30 دقیقه طول میکشه تا کاملا پخش بشه و همینجور این ریتم آهنگ تو لایه های پایین تر کندتر و کندتر میشه و زمانش همینجور طولانی و طولانی تر. برنامه اینجوره که توی لایه سوم بزنن خودشون رو منفجر کنن، همزمان توی آسانسور در حال سقوط باشن. این اتفاق که بیفته تو آسانسور از خواب میپرن، بعد آسانسور که میخوره زمین منفجر میشه، همزمان باید باهاش توی ماشین در حال سقوط باشن. اینجوری توی ماشین از خواب میپرن. اگه هر کدوم از اینا دچار مشکل بشه کشته میشن و به لیمبو سقوط میکنن. یعنی کل ماموریت به همین قطعه آهنگ مرتبطه. حالا همینجا این رو هم بهتون بگم که کل فیلم 2 ساعت و 28 دقیقه است، یعنی انگاری که یک ورژن طولانی تری از همین آهنگه و اصلا کل موسیقی متن فیلم اینسپشن ریتم کند شده همین آهنگ فرانسویه. یه نکته جالب در رابطه با زمان فیلم بهتون بگم این که کل فیلم 8888 ثانیه است. در رابطه با این کند و تند شدن زمانها توی فیلم من باید بهتون بگم که تمام تأخیرهای زمانی فیلم توی واقعیت درسته. یعنی وقتی که 1 دقیقه تصویر توی فیلم ما از یوسف میبینیم، نولان 10 دقیقه تصویر از هتل نشون میده و 1 دقیقه تصویر از هتل معادل 10 دقیقه تصویر در کوهستانه. یعنی ویدیوهایی هستش توی یوتیوب که کل 3 لایه خواب رو اومده همزمان با هم پخش کرده به این شکل که لایه دوم سرعتش 10 برابر لایه اوله، لایه سوم سرعتش 10 برابر لایه دوم و بعد هر ستای اینا همزمان با هم تموم میشن. یعنی از نظر زمانی با هم دیگه هماهنگ و درستن. اونجا که رفتن توی لایه سوم که نقششون رو اجرایی کنن و فکر رو بکارن، مال یهو از ضمیر ناخودآگاه کاپ ظاهر شد، زد فیشر رو کشت و ماموریت رو خراب کرد. فیشر افتاد توی لیمبو. گفتیم برای بیدار کردن تو این دنیا لازمه که 2 تا کیک همزمان داشته باشن. قرار شدش که توی لایه سوم یکی به فیشر شوک بده و توی لایه چهارم یا تو همون لیمبو پرتش کنن از ساختمون پایین تا اینجوری توی لایه سوم از خواب بپره. حالا یه سوال خیلی مهم رو بهش فکر کنید. اگر توی لایه سوم بهش شوک نمیدادن و یه نفر توی لیمبو اونو از ساختمون پرتش میکرد پایین چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاقی که میافتاد این بود که طرف یه ضرب تو هواپیما از خواب بیدار میشد. چون گفتیم دیگه هر کس توی لیمبو خودش رو بکشه کلن از خواب بیدار میشه، اصلا دیگه لایه های خواب معنیشو از دست میده. اینجا هم باز با همون موسیقی کارشون رو با هم هماهنگ میکنن و درست توی لحظه مشخص هم شوکو میدن هم فیشه رو پرت میکنن پایین، از توی لیمبو نجاتش میدن و ماموریت رو کاملش میکنن. ماموریتشون این بود که از رابطه پدر پسری فیشر استفاده بکنن تا احساسات اونو بتونن تحریک بکنن. اونجایی که داشتن نقشه رو میکشیدن اگه دقت میکردید به یک قطعه روزنامه نگاه کردن که اونجا کلمه پدر و کلمه موفقیت رو به شکل خیلی عجیبی بزرگ نوشته بودش. اینجا نقشه میکشن که این ایده رو بکارن توی ذهن فیشر که بابات از این میترسید که نکنه تو هم بشی یکی مثل خودش و ناراحت بود از این که نتونست پدر خوبی باشه، برای همین تو باید شرکت تو منحل کنی و یه چیزی بسازی برای خودت و بیشتر به خانوادت اهمیت بدی. حالا این نکته جالب در رابطه با همین تیکه روزنامه هم اینجا بود که همون جایی که کلمه پدر رو نوشته بود، این گوشه روزنامه اگه دقت بکنید آخرین دیالوگ فیلم بتمن دارک نایت نوشته شده. حالا نکته جالبش اینجاست که این فیلم اینسپشن قبل از فیلم بتمن دارک نایت ساخته شده. توی لایه اول خواب که بودن وقتی کابز رو دزدیدن، کیف پولش رو برداشتن، توی کیف پولش یه دونه عکس کوچیک از بچگی های خود فیشر که داره یه دونه فرفره رو میده به باباش، همون فرفره رو اینجا از این عکس گرفتن و گذاشتنش توی گاف صندوق تا بتونن احساسات فیشر رو تحریک بکنن. حالا اینجا جالبه که توی این عکس کسی که جای پدر فیشر مثلا آوردن خود کلین مورفیه، فقط یه دونه سیویل براش گذاشتن، اینجا نقش باباشو داره بازی میکنه. رمز گاف صندوق هم همونطور که میشد پیش بینی کرد همون عددی بود که فیشر خودش به شکل رندوم گفته بود. چند بار در لایه‌های متفاوت خواب اینو بهش یادآوری کردن، آوردنش جلو چشمش، باعث شد که اینجا وقتی خواست رمز گاف صندوق رو بزنه همون عددی که خودش گفته بود رو زد و اینجا ماموریتشون با موفقیت انجام میشه. آخرین کاری که کاپ میکنه نجات سایتوئه که به لیمبو سقوط کرده بود و مشکل اینجا بود که فراموش کرده بود که واقعیت چیه و همونجا گیر کرده بود. حالا جالبش اینجاست که کاپ برای هوشیار کردن سایتو از همون جمله استفاده کرد که مال قبل از خودکشی گفته بود، همون جمله که سایتو
گفت تا کاب رو راضی کنه به این ماموریت بیاد. یعنی یه جورایی مثل اینکه کاب متوجه شد که سایتو همینجوری این جمله رو نگفته بود و این جمله براش یه جمله مهم بود. اینجا که دارن اینا با هم دیگه حرف میزنن، تمام اعضای گروه عملیاتشون رو انجام دادن، دونه دونه از خواب بیدار شدن. ولی این دوتا توی لیمبو جا موندن و کاب و سایتو هر جفتشون با اسلحه شلیک می‌کنن توی مغز خودشون، هر دوتا جدای از بقیه اعضای گروه به طور جداگانه توی هواپیما از خواب بیدار میشن. اما بریم سراغ پیام داستان. همه چیز توی همون موسیقی فرانسوی که همش گوش میدادن خلاصه است. این آهنگ در رابطه با اینه که از گذشته ها نباید ناراحت بود. متن آهنگشو ببینید، همش یه جمله رو تکرار میکنه، میگه من از گذشته ها پشیمون نیستم، با همین چیزایی که دارم خوشحالم، یا مثلا من گذشته رو دیگه فراموش کردم. اسم مال دقیقاً از توی متن همین آهنگ الهام گرفته شده. جالبیش اینجاست که خواننده که این آهنگو خونده، زندگی نامش توی یه فیلم ساخته شده بود که ماریان کوتیارت نقششو بازی کرد و برای همین نقش برنده جایزه اسکار شد. یعنی یه جورایی انگاری نولان خود این خواننده رو برای پیام آهنگش آورده. اما اینکه ضمیر ناخودآگاه چیه؟ ضمیر ناخودآگاه چیزی که اصلا شخصیت ما رو میسازه. اصلا ما یعنی ضمیر ناخودآگاهمون یا همون ذهن ناهوشیارمون. ضمیر ناخودآگاه شبیه به هزار تو نمایش داده میشه که اصلا لوگوی کمپانی فیلمسازی نولان با همین نماد هزار تو به تصویر کشیده شده. اینکه اصلا ضمیر ناخودآگاه چیه؟ به طور خلاصه یه ماشین یادگیریه، 24 ساعته در حال یاد گرفتنه. منتها یه فرقی با ذهن هوشیار ما داره. ذهن هوشیار با حساب کتاب چیزی یاد میگیره. شما میخوای چیزی یاد بگیری، میری سر کلاس میشینی، معلم به توضیح میده، تو یاد میگیری. ولی ذهن ناهوشیار اصلا با منطق کاری نداره، فقط با احساس کار داره. هر وقت یه اتفاق بیفته و اون تجربه با احساس همراه باشه، اون لحظه ثبت میشه توی ضمیر ناخودآگاهتون و بخشی از شخصیتتون میشه. مثلا اگر کسی پدری داشته باشه که همش تحقیرش کنه، با هر بار احساس حقارت، این جمله که تو هیچی بارت نیست میره توی ضمیر ناخودآگاه اون فرد و بعدها تبدیل میشه مشکلات روانی که خودشو میتونه شبیه به کمالگرایی یا وسواس یا حتی کمبود اعتماد به نفس خودش رو نشون بده. همین مشکل روانی ددی ایشو که توی فیلم نشون دادن اصلا یه موضوع شناخته شده در روانشناسیه. توی یه عالمه دیگه از فیلم‌های سینمایی هم از این مشکل روانی برای داستان پردازی استفاده کردن. مثلا بتمن همین مشکل رو داشت، حتی توی استار وارز شخصیت اصلی داستان هم همین مشکل روانی رو داشته. احساس خوب هم همینطور جنبه‌های مثبت شخصیت شما رو می‌سازه. و این رو باید بدونید، چون ضمیر ناخودآگاه با احساس اصلا به وجود میاد، با احساس هم با شما حرف میزنه. ضمیر ناخودآگاه با احساس شما رو مجبور میکنه که کاری رو انجام بدید، مثلا با احساس ترس یا با احساس نیاز، استراب، خشم. پس بدونید وقتی که این احساس ها تو وجود شما به وجود میان، این کار ضمیر ناخودآگاهتونه. کمپانی های تبلیغاتی از همین ضمیر ناخودآگاه ما خوب بلدن استفاده کنن. تلاش میکنن یه خاطره خوب از دوران بچگی رو توی تبلیغاتشون به یاد ما بیارن تا یه احساس خوب در ضمیر ناخودآگاه ما به وجود بیاد و شما احساس کنید که نیاز دارید و محصول رو بخرید. یه جورایی میخوان اینسپشن توی مغز ما انجام بدن. حالا مشکلات روانی با احساس بد به وجود میان به خاطر تراژدی هایی که در طول زندگی هر کدوم از ما میتونه اتفاق بیفته. قهرمان داستان ما یعنی کاب، همینطور فیشر، هر دوی مشکل رو داشتن. کاب در تمام طول فیلم استرس داشت، همش توتمش رو میچرخوند، همینطور فیشر در تمام طول فیلم افسرده بودش. اینجاست که آریادنه نقشش مشخص میشه. توی اساطیر یونان آریادنه کاری کردش که تیسیس از دست هیولایی که توی هزار تو بود فرار بکنه. توی فیلمم هیولای داستان مال بود که مال اصلا همسر دیکاپریو نبود. اون نمادی از احساس گناهی بود که کاب داشت به خاطر مرگ همسرش. توی فیلم نولان نشون میده که چطور احساسهای بدی که از تراژدی‌های زندگی به وجود میان توی هزار توی ضمیر ناخودآگاه ما به یک شیطان تبدیل میشن و ما رو ذره ذره میتونن نابود کنن. حالا نولان برای نجات آریادنه رو به عنوان راهنما وارد داستان کرده. چیزی که آریادنه در تمام طول فیلم میگفت به عنوان راهنمایی این بود که میگفت با غمی که داری یا با اون مشکلی که داری روبرو شو، اون رو به هیچ عنوان سرکوب نکن. خودتون تو طول فیلم دیدید دیگه، شخصیت کاب توی داستان غمش رو دائم سرکوب میکرد، اون احساس گناهی که داشت رو دائم پنهان میکرد و جرئت نداشت که باهاش روبرو بشه. همین موضوع داشت نابودش میکرد. ولی همین کاب وقتی که توی لیمبو با این احساس خودش روبرو شد، تونست خودش رو ببخشه. یا همون چیزی که توی متن همین آهنگ فرانسویه که من قصه های گذشته رو نمیخورم. البته ضمیر ناخودآگاه با احساس به وجود میاد و زبون منطق مطلقا نمیفهمه. باید با زبون احساسم باهاش حرف بزنید. اهمیت ضمیر ناخودآگاه رو نولان اونجا توی داستان خود
خودش نشون داد که قهرمانای داستان دور هم جمع شده بودن، می‌خواستن تصمیم بگیرن که چیکار کنن که فیشر شرکت رو منحل کنه. برگشتن گفتن که هر چقدرم هدف سیاسی یا سود تجاری یا هر چیز منطقی دیگه‌ای رو توی رویا برای فیشر بیاریم فایده نداره، اون کمپانی خودش رو منحل نمی‌کنه. برای قانع کردنش باید دست بذاریم روی احساسی که با پدرش داره. یعنی انقدر احساسات مهمن. اینو باید بدونید که مثلا اگر توی رابطه بد بودید و با یه احساس بدی این رابطه تموم شده، به هیچ عنوان نباید این احساس رو سرکوب کنید. باید باهاش روبرو شید و تلاش کنید دلیلش رو بفهمید و بعد وارد یک رابطه بهتر بشید و احساس خوبی که اون رابطه جدید بهتون میده، غم گذشته رو رفته رفته از بین میبره. عین همین مشکل رو فیشر هم داشت، یعنی تربیت غلط والدین. همونطور که کاپ یه هیولا توی ضمیر ناخودآگاه خودش داشت، فیشر هم پدرش شده بود هیولای ضمیر ناخودآگاهش. قهرمان داستان ما هم آخرش خودش رو بخشید. وقتی که توی لیمبو بود به همسرش گفت نمیخواستم به تو صدمه بزنم و خودش رو بخشید از اینکه اتفاقی افتاده که خارج از کنترل خودش بوده. نکته خیلی مهم اینجاست که وقتی که کاپ از خواب بیدار شد، اصلا به یه آدم دیگه تبدیل شده بود. اگه دقت کنی لبخند میزد، آرامش داشت و اصلا دیگه فرفره براش مهم نبود. چون اگه دقت میکردید فرفره اصلا برای کاپ نبود، برای مال بود و این فرفره شده بود سمبل احساس گناهی که کاپ داشت. چون اون احساس گناه از بین رفت، برای همین دیگه فرفره مهم نبود و کاپ فرفره رو رها کرد. توی سخنرانی هم که نولان توی دانشگاه پرینستون داشتش به دانشجوها گفت رویاها واقعیت ما رو میسازن، چون ما اول رویا پردازی میکنیم و بعد اون رویاها رو توی واقعیت سعی میکنیم بسازیمشون. گفت رویاهای ما توسط ضمیر ناخودآگاهمون ساخته میشن و به جوانها گفتش که هزار توی ذهن خودتون رو بشناسید. گفت ما خودمونم درست از این هزار توها سر در نمیاریم، گاهی اوقات توش گم میشیم و اینکه ممکنه یه هیولا توی این هزار توها وجود داشته باشه. باید احساسهای بد رو باهاش روبرو شد، چیزی رو نباید سرکوب کرد و بدونید که اونی که مهمه واقعیت نه رویاها. پس مراقب چیزایی که رویا پردازی میکنید باشید، چون عیناً روی واقعیت و شخصیتتون تاثیر میذاره. کاب از توی هزار تو فرار کرد با حرفایی که آریادنه بهش زده بود، بر همین دیگه الان فرفره یا همون احساس گناه براش مهم نبود. اما آخر اینسپشن اصلا چی شد؟ فرفره وایساد یا نه؟ 100% فرفره آخرش وایساده. اصلا جدای از اینکه مایکل کین رسما مصاحبه کرد گفت نولان من گفته هر صحنه که من توش هستم واقعیته، اصلا جدای از این برای بازیگر نقش بچه‌ها 4 تا بازیگر آورده بودن در 2 سن متفاوت. قشنگ میتونید ببینید بچه‌هایی که اول فیلم هستن و بچه‌هایی که در انتهای فیلم هستن تفاوت دارن و بزرگتر شدن، سنشون بیشتره. پسر بچه دوم نقشش رو اصلا پسر خود نولان نقشش رو بازی کرده و این چه معنی میتونه داشته باشه جز اینکه کاپ توی واقعیت بچه‌های خودش رو ترک کرد و حالا که باز برگشته بچه‌ها توی واقعیت کمی بزرگتر شدن، چون کاپ که بزرگ شدن بچه‌هاش اصلا ندیده بود. پس 100% توی واقعیت. همین که توتم کاپ حلقه دستش بود، توتم قانونش این بود که کسی نباید بهش دست بزنه وگرنه خاص بودن خودش رو از دست میداد. قانون این بود که یه وسیله داشته باشن که یه ویژگی منحصر به فرد داشته باشه که توی دنیا فقط صاحبش از اون خبر داره. آریادنه رفت یه دونه مهره شطرنج آورد، توشو خالی کرد، بر همین وزنش منحصر به فرد شد. بر همین فقط آریادنه میدونست که وزنش چقده. اگه کسی رویایی رو طراحی میکرد و آریادنه توی اون رویا گیر میافتاد، طراح رویا وزن واقعی مهره شطرنج رو نمیدونست. برای همین میشد سریع فرق واقعیت و رویا رو فهمید. حالا اینجا میشه این تئوری رو مطرح کردش که این حلقه که دست کاپ بود توتم اصلی خودش بود، چون همیشه وقتی که توی رویا بود حلقه دستش بود. همین که همیشه کارگردان تاکید داشت وقتی که میرفت تو دنیای واقعی و دوربین رو میچرخوند و فرفر وای میساد، دوربین دست چپش رو نشون میداد تا ما بگه که هیچ حلقه ای نداره. و توی صحنه پایانی هم کاپ هیچ حلقه ای نداره، پس حتما توی واقعیت از خواب بیدار شد. اصلا اگر توی رویا فیلم به پایان برسه، اصلا تمام پیام فیلم معنیش از دست میده. کاپ تونست از احساس گناه خودش فرار کنه و تونست بچهای خودش برسه. خب دوستان، اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ساخت ویدیو 1 هفته طول کشیدش. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، یادتون نره که لایکش کنید و به امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.